دادگاه شهر دوشنبه حکم مسئولین پیشینی شرکتی منزلی دسترس را اعلام کرد. نورالله نعیمف رئیس پیشین این شرکت با 21 سال و 5 تن از همراهان او متناسباً از 8 تا 16 سالی به زندان محکوم شدند. برخی از مشتریان منزلی دسترس پس از اعلان حکم از آن نگرانی کردند که سرنوشت مبلغ های آنها نروشن ماند. این چیز نمیگن ما را رنگ احمق بارین کرده استین که شما وای نکردین. شما چی با باور کردین؟ او چخه؟ دکمنت کردن دادن ما در پیشت کردن پودپیس ماندن. وقتی که بایو را گواردن ترمه کردن گفتن که دکمنتاتو فرشی بیای. طبق قرار دادگاه رستم رجبوف با 16 سال، خوجم قول رسولوف 10 سال، مهینا رجبوف و خورشید خوجایف 9 سالی و سخیداد علیف 8 سال از آزادی محروم نمود. اعلان حکم واکنش های زیادی مشتریان را در پی داشت. دولت با باور کردیم گفتیم خیلی چست نیست که خیلی فریب کنن دولتی. برو وردیم پولا دادیم. زندانی با ما را چی فایده میرسد؟ دارم برو برو اپلی خلق کار کنم بچین. من آمدیم حاضر با میگن که نیمی مال اموالی که مصادره کردن به فایده دولت. نمیدونم ما چی میشه. بعضی از مشتریان دیگری جلب دیده امیدواری کردند که بر اساس قرار دادگاه مبلغ هایشان از حسابی محکوم شده ها رویانیده می شود. سلوات عمل دولتی را برقرار کرده می شود یا خلق کرده می شود. همیت سوک همیت گفته را نمیدونی چی می در همین حال دادرسی پرونده گفت بجز نورالله نعیمف و خوجم قول رسولوف نسبت چهار نفر دیگر قانون عفو تطبیق شده از 3-1 حصه حکمشان کم کرده شده است. نزدیکان و حمایتگران محکوم شده ها حاضر نشدند در رابطه با این پرونده صحبت نمایند. دادگاه اعلان نمود که مبلغ جبر دیده ها از محکوم شده ها رویانیده می شود و اجرایش این کار بر عهده خدمات اجرا واگذار شد. همچنین اموال نورالله نعیمف در حبس قرار داشته به فایده دولت مصادره خواهد شد. بازداشت نعیمف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده از 1 سال بیش به این طرف ادامه داشت. ساختمان خانه های منزلی دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نمایند. اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعدا رهبری آن همراه با چند تن دیگر با جرم قلابی بازداشت شدند.